تماشاگران به پا میخیزن و ایستاده کشتی رو تماشا میکنن. جوینده سران نام میکنه آقای مهدی آقاولی داور شهریار تهران به سود خودش میدمه. مبارزه آغاز میشه. کامران قاسمپور در مقابل دلالواری بزرگ به نام حسن یزدانی قرار گرفته. حسن یزدانی قهرمان جهان در 2002 جوانان جهان 2014 در کرواسی در مسابقه 2015 قهرمان جهان در بزرگسالان 2016 قهرمان المپیک 2017 قهرمان جهان و حریف فینالش رو مکوف رو 10-0 در فینال شکست داد. 2017 او مفرق قهرمان جهان بشه. 2018 سوم جهان شد به تیلور امریکایی باخت. حالا باید ببینیم که چه خواهد کرد در مقابل کامران قاسمپور که او هم جویباری است و قهرمان امیدهای جهان شده 2018 در رومانی. هر دو با کولیباری تجربه عنوان در مقابل همدیگه قرار گرفتن. آقای همت مسلمی رو مربی حسن یزدانی از کنار تشک است. نکات لازم میگه به کشتی‌گیر خودش. تقاضا اخطار برای کامران قاسمپور توسط داور وسط آقای مهدی آقاولی. تذکر داده میشه دستاش بیشتر کار کرد. حسن دلاور حسن یزدانی در مقابل کامران قاسمپور. حالا سعی میکنه زیرگیری خودشو به اجرا بذاره و باور کنید برگزار این مسابقه انتخابی در این وضع کار بسیار مثبت و درستی بود از طرف کمیته فنی و شورای فنی. چرا که هم حسن یزدانی میدونه کجای کار هست و یک بزرگ مثل کامران قاسمپور او رو تعقیب میکنن. کامران قاسمپور میدونه که فاصله اش با حسن یزدانی چقدر هست. روی دستان هم دیگه کار میکنن دو کشتی. تقاضا اخطار 30 ثانیه برای کامران قاسمپور. ببینیم که 30 ثانیه برای اختار 30 ثانیه تصویب میشه. حالا 30 ثانیه فرصت دارن تا اینکه بتونن اصلا دیگه امتیاز بدن. اگر امتیازی گرفته نشه یک امتیاز به حسن یزدانی در نظر بر او در نظر گرفته خواهد شد. تا این لحظه 0-0 برابر هستن. برای اینکه اقدام میکنه کامران کادر خودش به هم میخوره. نمیتونه از دستان پرتوان حسن یزدانی عبور کنه. دو دلاور از خطه مازندران و شهر جویبار در آورگاه مسابقات انتخابی در مقابل همدیگه قرار گرفتن و تا این لحظه جانانه و حالا 30 ثانیه به اتمام میرسه. یک امتیاز برای حسن یزدانی در نظر گرفته میشه. یک امتیاز برای حسن یزدانی در نظر گرفته میشه. کشالا یک بسته پنافه حسن یزدانی. هر دو کشتیگیر بارها با هم دیگه در جویبار کشتی گرفتند. برای زیر گام میکنه حسن یزدانی. یا زیر جوی حسن یزدانی برای پاس کرد میره که خارج کنه خاک میکنه. دو امتیاز کشالا سه بر صفر میکنه حسن یزدانی تا اینکه سالون به قوقا کده ای تبدیل کنه. سه بر صفر نفع حسن یزدانی در آورگاه مسابقات انتخابی تیم ملی. در سرشاخ یک بار دیگه به دنبال زیرگیری از حسن یزدانی با دستای کشیده‌ای که داره زیر بند کشتی رو کاملا میدونه. کامران قاسمپور هم کشتی‌گیر ارزنده و تکنیکی است اما حسن دلاوره که تو این لحظه موفق شده سه امتیاز بگیره. کامران قاسمپور هم کشتی‌گیر کوچکی نیست. در امید جان همه رو راحت شکست داد. قهرمان آسیا شد 2019 در چین. اما باز هم سعی می‌کنه زیرگیری کنه. در این اقدام می‌کنه اما نمی‌تونه داستان بیدار آماده و پرتوان حسن یزدانی عبور کنه. صاحب سبت هست. دست چپ زیر کتف راست و دست راست زیر کتف چپ. یه دست از کار میندازه با دست کشیده که داره و کشتی رو با این سبک در دنیا رایج کرده. وقتی سیزن استراحت برام میرسه میرن از مربیان خودشون در یک طرف آقای حسین نقیبی و آقای عموی کامران قاسمپور آماده هستن که صحبت های لازم میکنه. در طرف دیگه هم آقای همت مسلمی و آقای علی شکری پور دیگر مربیان مازندرانی. دو کشتیگیر مازندران و چهار مربی مازندران حرکت از طرف هم ببینیم به این شکل به پا میرسه و به دنبال اون یه خم تبدیل به دو خم چاشنی سریع به قلب و خاک میکنه حریف خودشو و موفق میشه از اون یک بار دیگه با هم میبینیم حرکت و هنر نمایای حسن دلاور رو. تشکر میکنیم از کارگردان اون واحد سیاد کارگردان محترم تهیه کننده محترم برنامه تصویردار از دابردانان و پخش شبکه ورزش و تشکر از مدیران شبکه ورزش که این فرصت در اختیار کشتی دادن تا این رقابت ها به طور زنده و مستقیم به سمع نظر بینندگان و دوستداران کشتی برسه. باور کنید بیش از 15000 نفر در سالن 12 نفر روی پلال نشستن روی راه راه ایستادن. خدا رو شکر که در این سال مسابقات برگزار شد. یه هفتم تیر بود دیدن حال مشکلات زیادی به وجود ممکن بیاد. وقت دوم مبارزه دوم با سوت داور وسط آقای مهدی آقا ولی که تا این لحظه قضاوت بسیار خوبی رو داشتیم از او و کشتی حساس قضاوتشون باور کنید سخت است.
میزنه زیر کتفان علی به خودش، حسن یزدانی میزنه زیر کتفان علی به خودش و سعی میکنه تا دل کامران قاسم‌پور رو به هم بزنه. کامران قاسم‌پور نتونست از زیر خم دو خمایی که میگرفت از دیگر رقابای خودش تا این لحظه از حسن یزدانی بگیره. ببین به این شکل دست زیر کتف، دست چپ زیر کتف راست و پای علی به خودش پشت خارج میکنه و موفق میشه از او یک امتیاز دیگه بگیره و کشیر حالا 4-0 میکنه. حسن یزدانی قهرمان المپیک، قهرمان جهان، کشیری با اخلاق و در مسابقات انتخابی تو این لحظه در مقابل یه بزرگ به نام کامران قاسم‌پور مبارزه جانانه ای رو از او دیدیم و نشون داده که توانمندی های بالایی داره. بیجد نبوده که قهرمان المپیک شده، قهرمان جهان شده و باز هم دست هچاخ فرسی دیگه قام میکنه یه جوری خم از کامران خاک میکنه. کامران راست کلم او همه هنرمندی یه توانمنده و به دنبال اجزای فن سگر یه پاروکار هست که خوبی به پارسی و به دنبال اون خاک در این بقاده شد مفق شد به زیبایی هنر کشتی ایرانی رو به نمایش بذاره و نشون بده که توانمندی داره. نشون و کمیته فنی نشون داد که تدبیرش درست بوده که در مسابقات انتخابی این مسابقه رو برگزار کرده. باز هم در سرشاخ زیر روی دستان هم دیگه کار میکنن به دنبال کار کردن دستا، سعی میکنه یک بار دیگه گارد رو باز کنه کامران قاسم‌پور و زیرگیری خودشو به اجرا بذاره. کامران قاسم‌پور در حدود 1:32 وقت باقی مونده به دنبال کار کردن دستا، سعی میکنه که گارد علی خودشو باز کنه. اما حسن یزدانی دلاور بزرگی است، قهرمان بزرگی است. او هم میدونه که چگونه با همشهری خودش و همستانی خودش کشتی بگیره. یک بار دیگه تا دوله رو به هم میزنه، پاورت رو در خارج میکنه، یک امتیاز دیگه میگیره از حریف خودش، یک امتیاز دیگه میگیره و کشتی رو 5-2 میکنه. حالا دیگه یه زیر بگیره کامران خاکم کنه میشن 4-5. این خیلی مهم بوده یک امتیاز برای حسن یزدانی. و باز هم در سرشاخ سعی میکنه پای حریف خودش از خارج کنه. یورش هاش حساب شده و برقاساست و کوبنده است. تصویر کرد و سعی میکنه یک بار دیگه پاره از خارج کنه و توان من میرد کشیر حالا 6-2 میکنه. 6-2 حسن یزدانی نشون میده که از آمادگی بالایی برخوردار هست. آقای مهدی آقا ولی صحبت میکنه، یعنی مسئله مهمی نیست، نه مشکلی نداره و برمیگرده مبارزه، در حالی که 1:01 از وقت کشتی باقی مونده. حسن یزدانی قهرمان المپیک 2016 برزیل و قهرمان جهان در سال 2017 و نفر دوم جهان در 2015 و نفر سوم جهان در 2018، دارنده 4 مدال طلا نقره برنز جهان المپیک تا این لحظه 6-2 از کامران قاسم‌پور قهرمان امیدهای جهان پیش هست. باسم در سرشاخ سعی میکنه که برای زیگه اقدام میکنه، یه زیرگیری پای از جهان تزه خارج میکنه، یه امتیاز میگیره. کامران قاسم‌پور هم خدمتتون عرض کردم یه کشتی توانمند هست، یک کشتی توانمند و میاد در پارت بچه خارج میکنه، یه امتیاز دیگه بیگیره و کشتی رو 6-3 میکنه. حسن یزدانی ماکوف رو در مسابقات فرانسه در فینال 10-0 کرد، حالا ببینیم در انتخابی 6-3 هست. 6-3 در سرشاخ یک بار دیگه سعی میکنه دستا رو مهار کنه تا اینکه دستاش راحت آزاد نباشه بکنی از زیرگیری خودش نتیجه بگیره. سرگردان مهار میکنه، از همون که سعی میکنه کامران سرزیر اقل رو به اجرا بذاره، سرگردان مهار کرده، کمتر از 10 ثانیه وقت باقی مونده، سرگردان مهار کرده تا اینکه بتونه حالا آقای آقاولی دو کشتی رو از هم جدا میکنه. 6.8 ثانیه از کشتی باقی مونده، 6.8 ثانیه باستم در فرزی گیره سر میکنه اقدام کنه کامران قاسم‌پور که موفق نمیتونه. 2 ثانیه 1 ثانیه تمام میشه. باور کنید تماشاگران مشتاق سالون به قوقا کده ای تبدیل میکنه. به هر دو کشتیگیر خسته نباشید، دو دلاور خسته نباشید، دو پهلوان سرمایه های کشتی ما دلاور مردان. ببینید کشتیگیر با اخلاق این حسن یزدانی یا دست همشهری خودشو بالا کنه، پهلوان حسن یزدانی. حسن خب ما فرصتمون رو به اتمام هست، از شما عزیزان از شبکه ورزش من خداحافظی میکنم، فرصت در اختیار دوست همکاران عزیزم جناب آقای یدالله اعتصامی قرار گفتگو دارم با آقای غلامرضا محمدی سرمربی کشتی کشورمون.